یاد و نام خداوند منان، سلام و درود خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی توحید. با برنامه دورنما در خدمت شما هستم. بحث ما امروز در مورد سپردن زمین ها در مناطق سنی نشین و بلوچ نشین استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان به ارگان ها، نهادها و سازمان های تابعه جمهوری اسلامی ایران و عدم استفاده مردم از اونها در آینده و هم اکنون، با چه هدفی؟ با هدف تغییر بافت جمعیتی منطقه. زمانی صحبت از توسعه منطقه عرب نشین و عرب ها در ایران، یعنی منطقه خوزستان، اهواز و این مناطق بود، به خاطر نفتی که در این منطقه هست، به خاطر ذخایر و منابع و معادنی که در این منطقه وجود داشت، صحبت از توسعه بود. خبرها و گزارش ها رو اگر مطالعه می کردید و می خوندید و در پی می گذروندید سالهای گذشته، می دیدید که نوشته باید معادن چنین برداشت بشن، به بخش خصوصی داده بشن، وضعیت مردم باید چنین و چنان اصلاح بشه، از این فقر، حاشیه نشینی، بدبختی و مشکلاتی که مردم عرب ها دارند در این منطقه اهواز باید نجات پیدا بکنن، نفت و گاز رو اگر ما اینجا استخراج بکنیم و چنین پالایشگاه ها و صنعت ها و نمیدونم غیره ای رو درست بکنیم، مسلماً مردم از اون بهره خواهند برد و در نهایت الامر این مردم هستند که استفاده خواهند کرد، به خاطر امکاناتی که ما اینجا میسازیم و درست میکنیم و جاده ساخته میشه، آموزشگاه ساخته میشه، مدرسه ساخته میشه، بهداشت و درمان درست میشه و همه این موارد. سالها از این موضوع گذشت، نفت و گاز استخراج شد، معادن توزیع شدند، همه این کارها صورت گرفت، اما در بخش عمران و آبادانی که متعلق به مردم باشه و مردم بخوان از اون استفاده ببرند و مستفید و بهره‌مند بشن، متاسفانه چندان چیزی رو ندید، بلکه هر روز بگیر و ببندها رو مشاهده می کنیم، هر روز ناله های مردم رو در این منطقه شاهدش هستیم، ریزگردها رو شاهدش هستیم، فقر مردم رو شاهدش هستیم و مشکلات معیشتی مختلفی که در محل، یعنی یکی از بزرگترین مناطقی که به هر حال حاکمیت ملی ایران داره ازش استفاده بهینه ای می بره. من یه نمونه رو خدمتتون نشون میدم که شما با دیدن این کلیپ به وقاحت مسئولان دولتی پی میبرید و همین نمونه رو ما بعداً در مورد هرمزگان و استان بلوچستان و این مناطق هم صحبت خواهیم کرد. دقت بکنید، اکبر ترکان، همون کسی که بار اول ما صحبت ها رو شنیدیم که گفتن ما قرار هست 2.5 میلیون جمعیت رو با توجه به دستوری که رهبر صادر کرده در سواحل مکران جا نشین بکنی و بنشونیم اونجا و بهشون به جمعیت منطقه افزایش بدیم، همین اکبر ترکان بودن ازش شنیدیم. باز هم در این مصاحبه این صحبت رو داریم میشنویم. این فرد مشاور عالی حسن روحانی رئیس جمهور ایران هست، همون کسی که اهل سنت بهش رأی کامل رو دادن، هم در دوره گذشته هم در دوره انتخابات اخیر بالاترین رأی رو اهل سنت به حسن روحانی دادن، اما در مقابل چه نفعی رو بردن؟ این جای سوال هست و جای بحث هست. اجازه بدید صحبت های اکبر ترکان رو گوش بدین، خیلی از چیزها برامون واضح و روشن میشه و نتیجه گیری های بعدی رو هم میتونیم بکنیم. من فکر میکنم که آبادان جنوب جزیرش من نخلستان های بسیار زیبایی داره و من خواهش کردم اینا رو تبدیل کنم به قطعات چند هزار متری کوچک و خیلی ها که از سایر بلاد کشور دوست دارن یه باغچه، یه باغ کوچولو، یه نخلستان کوچولو واسه خودشون داشته باشن بخرن. و
و ما فکر میکنیم باید همه ایران زمین یه قطعه کوچکی در آبادان خرمشهر زمین داشته باشن. یعنی آبادان خرمشهر رو میخوایم این باغهای کوچک رو توش توسعه بدیم، تشویق کنیم متمولین سایر بلاد بیان اونجا یه نخلستان کوچک داشته باشن. چیش به مردم بومی میرسه این؟ این نخلستان ها نگهداریش توسط همون هاست، کار کارگری توسط همون هایی که تو الان دارش میکردن. اونها سالی چند روز میان اینجا به عنوان تفنن. خب این باعث نمیشه که مردم بومی بشن دربون و باغبون سرمایه‌دارها. الان همین مردم دارن رو همین نخلستان ها کار میکنن بدون اینکه بعضیاش مال خودشون باشه. دقت کردید؟ یک بار دیگه گوش بکنید. دوستان ما دارن یک بار دیگه گوش بکنید. فکر میکنن چرا؟ چون این نوع تفکر و این نوع دیدگاه همون دیدگاهیه که ما از ابتدا داریم صحبت میکنیم در موردش. مسئولان ما برای ما اینگونه فکر میکنند که زمین ها واگذار بشه به ثروتمندان مناطق دیگر، تشویق میشن. همین طرح توسعه سواحل مکرانی که اومده دارن غیر بومی ها رو تشویق میکنن. یعنی تمام جلساتی که گرفته میشه در تهران و در شهرستان ها هست، الا یکی دو بار مثلا میان در چابهار و سیریک و این مناطق جلساتی رو برگزار میکنن به عنوان جذب سرمایه گذاری، و همون جلساتی هم که در این مناطق برگزار میشن 90% کسانی که اونجا حضور دارن غیر بومی هستن. سرمایه گذاران میان، وقتی برای سرمایه گذاری میان قبلا زمین ها آماده شده و قطعه قطعه شده و مناسب تر ریزی و تربندی شده و تحویل اونها داده میشه. اونها به قول خودشون سالی یک دو سه بار بیشتر نمیان، ولی زمین ها ملکیتشون مال اونهاست. مردم منطقه سرشون بیکلاه است. بعدا براتون دلیل میارم. یه بار دیگه این صحبت های آقای اکبر ترکان رو گوش بکنید، یعنی شما تا آخر موضوع رو به نظر من میتونید بخونید. که آبادان جنوب جزیرش و نخلستان های بسیار زیبایی داره و من خواهش کردم اینا رو تبدیل کنم به قطعات چند هزار متری کوچک، و خیلی ها که از سایر بلاد کشور دوست دارن یه باغچه، یه باغ کوچولو، یه نخلستان کوچولو باز خودشون داشته باشن بخرن. و ما فکر میکنیم باید همه ایران زمین یه قطعه کوچکی در آبادان خرمشهر زمین داشته باشن. یعنی آبادان همه مردم ایران زمین باید یه تکه کوچک زمین توی آبادان داشته باشن. چرا؟ چرا مردم محلی نباید داشته باشن و همه مردم مناطقی که از مناطق دیگر میان باید اونجا زمین داشته باشن؟ آبادان خرمشهر رو میخوایم این باغهای کوچک رو توش توسعه بدیم، تشویق کنیم متمولین سایر بلاد بیان اونجا یه نخلستان کوچک داشته باشن. چیش به مردم بومی میرسه این؟ این نخلستان ها نگهداریش توسط همون هاست، کار کارگریش توسط همون هایی که تو الان دارش میکردن. اونها سالی چند روز میان اینجا به عنوان تفنن. خب این باعث نمیشه که مردم بومی بشن دربون و باغبون سرمایه‌دارها. الان همین مردم دارن رو همین نخلستان ها کار میکنن بدون اینکه بعضیاش مال خودشون باشه. یعنی توجیه از این بدتر. همین الان برخی از مردم دارن کار میکنن و زمینه مال خودشون نیست، پس چه اشکالی داره که ما همه این زمینه ها رو از مردم بگیریم بدیم به متمولین تهرانی و مشهدی و نمیدونم اصفهانی و یزدی و تبریزی و زنجانی که اونها بیان اینجا زمینا رو بردارن، مردم محلی بشن دربونشون، مردم محلی کارگری بکنن براشون؟ این منطق جمهوری اسلامیه. همون صحبتی که ما داریم در موردش جار میذاریم، برخی ها ما رو متهم میکنن به اینکه شما دارید از خودتون صحبت در میارید و موارد رو الکی نگران هستید. باور بفرمایید که اینطور نیست. این همین خوزستان نفتی است که یک مسئول عالی رتبه دولت با این نگاه داره در موردش صحبت میکنه. زمین ها رو بدن به متمولین خارج بیرون از منطقه، مردم بشن کارگرهاشون. خب چه اشکالی داره؟ اینطور داره فکر میکنه. چه اشکالی داره؟ خب بابا اشکال خیلی زیاد داره. مردم رو شما چرا یک طرح جدید به مردم این منطقه را نمیکنه؟ شما میتونید قشنگ بیایید به مردم خدمات بدید، تسهیلات بدید، وام بدید، امکانات بدید، تجهیزات مختلفی که لازم هست برای کشاورزی رو بهشون بدید، همین موارد رو بدید که مردم مالکیت زمین خودشون رو داشته باشن و با جان و دل به خاطر تحصیلاتشون در بخش کشاورزی بهشون میدید روی زمین‌های خودشون کار بکنن که هم مردم ایران همشون ازش استفاده ببرن و هم زمین‌ها دست خود مردم باشه. چه
چه اشکالی داره شما بین شیوه عمل بکنید؟ سوال همینجاست. همین سیاست با همین دیدگاه وارد استان سیستان و بلوچستان شدن، وارد جنوب هرمزگان شدن، اصلا سواحل مکران شدن. طرحی به نام طرح توسعه سواحل مکران اومده، به همین شکل دارن زمین ها رو از مردم پس میگیرن و میبرن. دقت بکنید، ابتدا این رو اشاره بکنم خدمت شما، این کلیپ رو ببینید. یک افغانستان و هند و ایران یک توافقنامه تجاری اقتصادی رو با خودشون بستن اواخر سال گذشته. تی چابهار امروز میان افغانستان، ایران و هند در تهران امضا شد. با امضای این موافقتنامه بندر چابهار به مرکز همکاری‌های بازرگانی افغانستان، ایران و هند مبدل می‌شود و افغانستان می‌تواند با بکارگیری این بندر کالاهای بازرگانیش را به هند و دیگر کشورهای جهان صادر کند. و همینطور هند. متشکرم. توافقنامه بسته شد. خب امر مبارک و میمونی است. همه ازش استقبال میکنن که توسعه باید صورت بگیره. فکر نمیکنم کسی باشه که بگه توسعه نباید صورت بگیره. همه صحبت ما، همه درخواست های ما رو همین محور میچرخه که این منطقه محرومیت توش داد میزنه، باید توسعه پیدا بکنه. مردمی که در منطقه هم حضور دارن همین درخواستو دارن، نمایندگانی که مجلس فرستاده شدن همین درخواستو دارن. اما توسعه بومی محور، نه توسعه ملی، یعنی استفاده ابزاری از منطقه برای تهران اما بی کلاه ماندن مردم، بی ثمره ماندن مردم، بی بهره ماندن مردم بومی در منطقه. هیچگاه هیچ کس این درخواست رو نکرده، مثل آقای اکبر ترکان که میاد میگه که شما بیایید زمینا رو بخرید، ای شهرستانی ها متمولین، بذار مردم کارگرای شما باشن. ما همچین توسعه ای رو نمیخوایم. توسعه ای که ما میخوایم اینه که به مردم منطقه چیزی برسه، مردم از این توسعه سود 100% ببرن، چون مال همون منطقه هستن. شما وقتی بهشون نیاز دارید، به چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور نیاز دارید برای اینکه کالاهای خودتون رو از اینجا بردارید ببرید به آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه بفروشید، اجازه بدید مردم هم از این فرصت استفاده بکنن. نه اینکه که این کنفرانس های سرمایه گذاری خودتون رو در تهران برگزار بکنید و به مردم محلی و بومی، حالا تر پتروشیمی و بندر سید بهشتی و نمیدونم مکران و ریل نمیدونم قطار و طرحهای فولاد و غیره رو دارید اجرا میکنید و از متخصصین بومی نه تنها استفاده نکنید، بلکه اگر هم متخصصی وجود نداری کسی رو آزمون آموزش ندید. یعنی باز هم همه کار خودتون بشید و باز هم هاشینیشینی و فرق بیشتر و بیشتر بشه در منطقه و استفاده صورت نگیره. اما نگرانی های ما بجاست، چون ما بعد از اون اثرات سو و منفی رو هم مشاهده کردیم. در کدوم بخش؟ وقتی که این توافقنامه تجاری بین ایران و هند صورت گرفت برای اینکه چابهار رو تحویل به هند بدن، خب به هر حال چابهار کلا واگذار شد به هند. ببینید ترکان، صفحه لپتاپ، اینم صحبت آقای ترکان هست در سایت ترکان. اداره بندر چابهار به هندی ها واگذار شد. مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد وزیر اقتصادی ایران گفته که اداره بندر چابهار برای مدت معینی مطابق با فرمولی به هندی ها واگذار شده. و متشکرم. خب این قدم اول هست، یعنی توافقنامه بسته شد، اداره بندر چابهار هم به هندی ها واگذار شد. هندی ها اومدن. هندی ها به هر حال چرا اومدن؟ به خاطر اینکه یک، پاکستان رو دور بزنن که چین اونجا داره در گوادر سرمایه گذاری میکنه، دو به خاطر اینکه از لحاظ اقتصادی هم بتونن رشد بکنن و تا آسیای مرکزی کالاهای خودشون رو ببرن بفروشن. خب تا اینجا کار مشکلی نداره، اونها میخوان استفاده بکنن. اما مشکل در اینجاست که ما میگیم بومیان نباید بی بهره بمانند، که دارند بی بهره بمانند. به چه دلیل؟ به خاطر یکی این موضوع که وقتی که اداره بندر چابهار به هندی ها واگذار میشه، هندی ها از کارشناسان و نیروهای بومی، نیروهای شخصی خودشون استفاده میکنن، از هند نیرو میارن برای اینکه اونجا کار بکنن. خب هندی ها هم میخوان وضعیت بیکاری خودشون رو حل بکنن. اونجا هم بیکار خیلی زیاد هست، جمعیتشون بالا 1 میلیارد خوردی هست.
درسته کشور در حال توسعه است، ولی جمعیتش ایجاب میکنه که به هر حال یعنی استفاده بهینه از فعالیتی که داره میکنه، سرمایه کلانی که میاد در چابهار میریزه به هر حال استفاده بکنه و چهار تا نیروی خودش استفاده بکنه. یعنی عملا بومی ها استفاده نمیکنن و هندی هایی که خودشون از چند هزار کیلومتر اون طرف تر بلند شدن اومدن، اونها اینجا سر کار میشن. این یک موضوع. ببینید همین موضوع مورد انتقاد نمایندگان مجلس هم قرار گرفته. صفحه لپتاپ واگذاری بندر چابهار یا قرارداد ترکمنچای. قرارداد ترکمنچای همین قراردادی بود که بین ایران و شوروی اون زمان بعد از جنگ ها و درگیری هایی که در زمان قاجار پیش اومد و در نهایت الامر قرارداد ترکمنچای یک طرفه نوشته شد. جوری نوشته شد که یعنی از دریای خزر ایران دیگه نمیتونست کشتی های خودش اونجا ببره استفاده بکنه از وضعیت از خزر، و همین که غرامت هم باید پرداخت میکرد به شوروی. یعنی یک طرفه بود کاملا. یعنی همچین حالتی رو میگن که شما برای بندر چابهار ایجاد کردید. یعنی هندی ها میان اینجا سرمایه گذاری میکنن و استفاده میبرن از این موقعیت، مردم منطقه و بومی هیچ نه تنها استفاده نمیکنن بلکه هزینه های گزافی رو هم میدن. حالا از این گزاف چی هستن من بهتون اشاره میکنم و میگم. ببینید اینجا انتشار خبر واگذاری بندر چابهار به اینجا که این روزا خبرساز شده و اظهار نظر بسیار در خصوص آن صورت که مورد نقد نمایندگان نوستان، زیرا سابقه چنین واگذاری با تبعات منفی در نوستان وجود داشته. ایجاد اشتغال از مسیر مناطق آزاد و داشتن ارتباطات گسترده منطقه‌ای یکی از مزیت‌های وجود این مناطق است که برخی مواقع با اقدامات غیر کارشناسی اینجوری واگذاری بندر استراتژیک چابهار به هندی ها و قبل از آن به افغان ها به عقیده بسیاری از کارشناسان تنها به واردات صرف و همچنین ایجاد اشتغال برای اتباع بیگانه منجر خواهد شد. از این رو باید تجدید نظر اساسی در این گونه واگذاری ها صورت گیرد. این نماینده هم بران انتقاد کردن، آقای علی میار محمد زهی نماینده زاهدان و آقای کرد نماینده خاش و همین شکل آقای نماینده ایران شهر امینی فرد و نمایندگان دیگر. به هر حال عرض کردم که تبعاتی رو خواهد داشت. چه تبعاتی رو خواهد داشت؟ خب یکی از تبعاتش این است که اونها برای پیشبرد برنامه‌های تجاری اقتصادی خودشون نیاز به زمین دارن. ما قبلا یک گزارش رو داریم که یک سری زمین‌هایی در بخشی از روستاهای استان بلوچستان به هندی‌ها واگذار شده. برخی هم همین سوال رو از من به عنوان اینکه ما در کمپین فعالیت برای در فعالیت می‌کنیم پرسیدن، اما ما نتونستیم به عنوان فکت و دلیل موضوع توضیح بدیم. به همین خاطر هم گزارش و خبرش رو منتشر نکردیم. اما همین مشابه به همین موضوع شما دقت بکنید، الان نخستین قرارداد هند و ایران بسته شد. هندی‌ها مشتریان جدید زمین‌های منطقه آزاد چابهار هستند. خب وقتی هندی ها اومدن، هندی ها الان نیاز به زمین دارن در چابهار. زمینشون از کجا فراهم میشه؟ اینم خدمتتون بیان میکنم. ترکان در دیداری که هفته گذشته با نیتین گاتاکی وزیر که حمل و نقل و جاده‌ای و کشتیرانی هند در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد داشت، گفته بود برای تأمین اراضی مورد نیاز سرمایه گذاران هندی، خب زمین میخوان، زمینشون از کجا تأمین میکنن؟ در چابهار مشکلی وجود نخواهد داشت و قرار است که محدوده منطقه آزاد چابهار تا گواتر افزایش یابد. یعنی همین منطقه آزاد فعلی چابهار که 14000 هکتار هست و 6 برابر مرد فعلی چابهار هست، این قرار افزایش پیدا بکنه. به گفته دبیر شورای عالی مناطق آزاد، درخواست شرکت آدانی شرکت هندی برای زمین در چابهار 10000 هکتار است. ترکان در این نشست همچنین گفته است برای شرکت آدانی و دیگر سرمایه‌گذاران مطلوب این است که این مقدار زمین را در محدود جدید منطقه آزاد دریافت کنند. یعنی قرار است یه منطقه جدید آزاد درست بشه و ساخته بشه و در همین منطقه جدید بهشون 10000 یا 15000 زمین داده بشه. به گفته مشاور رئیس جمهور، محدود جدید در چابهار 15000 هکتار است و برای هندی‌ها بهتر است برای سرمایه‌گذاری در این منطقه برنامه‌ریزی کنند، چرا که آنها قصد دارند برای ساختن یک بندر در این منطقه سرمایه‌گذاری کنند. 10000 هکتار زمین رو می‌خوان به هندی ها بدن و منطقه آزاد چابهار هم تا گواتر افزایش پیدا بکنه. یعنی اگر من بخوام نقشه پیدا بکنم اینجا، ممنونم تا فرما متشکرم. نقش یه لحظه خدمتتون نشون بدم. چابهار، این منطقه چابهار است. ببینید دقت کنید توی گوگل مپ من پیدا کردم. خب
خب این چابهار هست که دقیقا درست از این محدوده تقریبا از این محدوده به بعد زمین های چی شروع میشه؟ منطقه آزاد چابهار، یعنی کل این محدوده زیر دست منطقه آزاد چابهار هست، چندین برابر شهر چابهار. حالا اونطور که خودشون دارن میگن، میخوان این رو افزایشش بدن تا گواتر، خلیج گواتر. من گواتر هم بزنم، گواتر کجا میفته؟ گواتر اینجاست، ببینید این گواتر است، بعد از پسابندر نزدیک به مرز پاکستان. یعنی از این محدوده‌ای که خودش بزرگتر از مرز چابهار بود، یه محدوده جدید رو هم میخوان جزء منطقه آزاد چابهار بکنن که یک محدوده 15000 هکتاری هست. ممکنه که یعنی همه این مناطق از رمین چابهار به این سمت بگیرید شامل بشه تا گواتر، ممکنه این منطقه کلن شامل بشه منطقه آزاد چابهار بشه تا گواتر، چون گفته بود تا گواتر رو میخوام اضافه بکنیم. یعنی اگر از اینجا تا اینجا منطقه آزاد چابهار تجاری بشه، این وسط این زمین هایی که مال مردم هستند و بودند و بریز پسابند در نمیدونم رمین روستاهای مختلف دیگه که اینجا هست، اینا با چالش جدی مواجه میشن. و این چالش جدی وقتی من میگم، یعنی نباید این رو کوچک تصور بکنید، یک موضوع بسیار مهم و اساسی هست. کجاست این موضوع؟ متشکرم. ما اولین پایه های اجرای این طرح که میخوان تا اونجا برن برسوننش تا گواتر منطقه آزاد تجاری بکنن، در این نوع تیتر ها مشاهده میکنه. صفحه رفته این تیتر رو ببینید، رئیس راه و شهرسازی چابهار، 100 هکتار از زمین های حاشیه شهر چابهار رفع تصرف شد به نام اراضی ملی، مال مردم چابهار، روستا، شهرام مبارکی. اجازه داشته باز تلاش های صورت گرفته، بیش از 100 هکتار از زمین های حاشیه شهر در محدوده روستای رمین چابهار رفع تصرف و به دولت بازگردانده شده، بنابر مصوبه فلان و فلان با هر گونه تصرف زمین به صورت غیر قانونی مقابله می کند. اما شما میگید تصرف زمین به شکل غیر قانونی، ولی ما متشکرم نمونه های بسیار زیادی رو داریم که نشون میده که مردم در اونجا زندگی میکردن، محل زندگیشون بوده و توسط دستگاه های دولتی اومده تخریب شده، از مردم باز پس گرفته شده و به دست دولت داده شده با نامها و دلایل مختلف دیگه. یکی از همون دلایل همینه که میگه اراضی ملی هستن، مردم تصرف کردن، در حالی که 500 سال مردم در این روستا دارن مثلا زندگی میکنن. یکیش بله سر چابهار بود که هیچ وقت از ذهن مردم منطقه پاک نمیشه. یه نمونه شما فقط ببینید از این بازپسگیری اراضی، همین این یک موضوع هست که الان خدمت شما بیان میکنم. ببینید مره حرامنی چینیه ما چو بازدگیم بدبارتی من لوگ چو فروشتا بدبارت کتنان تا خوناشون خراب کردن هر وقتا همی علیزاده همی مزاهمی هر وقتا مزاهمی همی علیزاده علیزاده ای هست منام یک سرهنگ بازنشسته یه علیزاده هستی که مره ما دامده دو کجا نیروی انتظامی به جای مره نیمه بره می اومد در همین منطقه کشتارگاه زده، زمین های مردم منطقه رو باز پس گرفته، از مردم تصرف کرده، هر روز هم حمله میکنن، سه بار این منطقه رو تخریب کردن. اینم باری که شما دارید میبینید بار تقریبا دوم سوم هست که خونه های مردم رو تخریب کردن. قبلا اینجا خونه بوده، اونا تخریب شدن، بار دوم مردم اومدن یه چیزایی درست کردن، دوباره تخریب شدن، در حالی که این روستا مال همین مردم منطقه بوده و مردم از همین روستا شناسنامه دارن، یعنی به نام همین روستا. این روستا کد شهری داشته، کد روستایی داشته، شورا داشته. ببینید این داره نشون میده که میگه که این روستای بله سر ما اصلا اینجا ساکن بودیم، شناسنامه از اینجا صادر شده.
یه مادر بزرگ شانه میکنه 110 ساله براخره دولت بچار سنش ما یه ملک مردم نه یه روز نوشته چابهار تا مردم نه ما همین روستان مردمی مال همین روستان میگه بله سر نوشته بله سر که تو روستان قدیمی بلکه ده پشتا پیسر ما عباب اجداد هست ده پشتا ما یعنی ده نسل قبل از این روستان میگه مال ما بوده به نام قاسم هاشم هاشم صبرو چهر گنده فقیرداد حسن حسن سالمی علی داره اسم نسل های گذشته رو میگه یه منطقه عباد بیتا وشون اسنامه شام همه در صادر بیتا نام همه بلسر نام بنامه بلسر شون اسنامه صادر بیتا ست سال زندگی هم دیگه اصلا از روستای رمین هم قدیمی تر بوده منطقه بسان جهازت موجوده و یه ما آبادی اولا از که ازا خراب کتا اولا آبادی کلان خرابش کتا ساختمانی بیتا که ساختمانی خراب کتا مسجد هم امراهی هم آبادی اولی مسجد خراب کتا یعنی سای سار پیسر تر اینجا یه مسجد بوده میگه مسجد هم خراب کردن چند مدت قبل مارکینگ روتا که چهارشنبه این مارکینگ روتا ساعت 7:30 بخش بزرگی از زمین های میگه که این منطقه حتی میگه کشاورزی مال مردم بودن که اینا رو هم تصرف کردن اذا مردم سردی ما به همه بلوکچینی هستن همه بلوکچینی کتن نسیمان بستن نسی هم تو بلوکچینی بستن کپری بستن دوره کپر بلوکچینی کتن من مساجد الله ان يذكر فيه وصافي خرابها لوتا ويران بكره ما ابادي كي 500 سال پیشرفته نه قوره بخشدار و 500 تا 600 سال میگه که همین منطقه قدمت داشته و ما در اینجا زندگی میکردیم 10 نسل قبل از من میگه اسم میبره همه میگه ما در اینجا زندگی میکردیم الان جمهوری اسلامی با نام اینکه اراضی ملی هستند و تصرف شدند اینجا رو اومده تخریب کرده یه بار دیگه این لینک قبلی رو ببینید چقدر این لینک ها برای ما و شما یعنی معمولی است و برای مردمی که در اونجا دارن زندگی میکنن پر از حاشیه و پر از مشکلات و پر از رنج و پر از دردسر و پر از تخریب خانه های آبا و اجدادی و قدیمی چند صد ساله هست 100 هکتار از زمین ها حاشیه شهر چابهار رفت تصرف شد یکی از همین مناطقش همین بله سر یکی شما دارید اینجا ویدیوشو مشاهده میکنید اینم خدمت شما مشاهده خواهم شکرم پس این زمین هایی که حالا میگین هند نیاز به زمین داره ما 10 هکتار زمین بهشون واگذار میکنیم ارتش میگه من نیاز به زمین دارم دوتا منطقه اینجا ایجاد میکنم 3 تا پایگاه میزنم اینها رو بهش زمین نیاز داره فرودگاه بین‌المللی به زمین نیاز داره و الی آخره این زمین ها همین زمین های مردم منطقه هستن که داره ازشون به این نحو گرفته میشه و مردم در رنج دارن زندگی میکنن یه بار دیگه توجه بکنید به صحبت های اکبر ترکان که چی میگه در مورد اهواز ما از مردم درخواست میکنیم که بیان متمولین اینجا زمین بخرن هر کدوم یه تیکه بر چرا درخواست میکنید بیان اینجا یه تیکه بردارن که مردم محله مردم منطقه براشون کار بکنن کارگری بکنن خب وقتی مجری ازش میپرسه این کارگری و دربانی دیگران نمیشه تو زمین خودشون برای بومی ها میگه خب اونا همین الانش هم دارن این کارو میکنن به جای اینکه بهشون تاثیرات بده میزن تو سرشون میخواد بافت جمعیت رو تغییر بده عرب های اون منطقه رو دور بکنه سنی ها و بلوچ های منطقه رو از این سرزمین ها و زمین هاشون دور بکنه این برنامه و طرحی هست که دولت داره انجام میده و اجرا میکنه ولی آهسته تحت عناوین مختلف هیچگاه رسما نمیاد نمیگه که ما میخوایم بافت جمعیت رو عوض بکنیم هیچ گاه رسما نمیگن که ما اومدیم اینجا فرضاً به نفری تیراندازی کردیم کشته شد و خب ما مقصریم میگن اون قاچاقچی بود و غیره بود هیچگاه از طرحهایی که دارن انجام میدن نمیان این طرحها رو در همون لوای اصلی و برنامه‌ای که دارن بیان نمیکنن تحت هزار تا لفافه میان اونا رو اجرا میکنن خب اجازه بدید صحبتهای جناب آقای معین الدین سعیدی در اون طرح توسعه سواحل مکران بشنویم عضو شورای شهر یا رئیس شورای شهر یا عضو شورای شهر چابهار هستند رو با هم دیگه میشنویم مجددا بخوایم کش عرض ادب جناب دکتر حالا که قرار به روزخانیه اجازه بدیم که به هر حال یه مقدار ما هم یه روزه مختصری بخونیم
فرصت بی‌بدیلی حضرت علی جناب آقای ماسقینی و جناب بولیده شهردار محترم و عزیزان حضور دارند. اجازه بدید برخی دغدغه ها مطرح بشه وقتی عزیزان هم دغدغه های خودشون رو مطرح میکنن. اولا که این رو به عنوان یک اصل این اصل لایتغیری وجود داره و اون اینه که توسعه سواحل مکران، این رو خدمت خانم دکتر ابتکارم عرض کردیم، ما در ترمینولوژی جغرافی و سیاسی چیزی به نام مکران یا مکران نداریم جناب آقای مصدقینی، این مکران هست و با کسر میم زم و شد که مکران. تمنا دارم که حضرت علی عنایت روی این قضیه داشته باشید. توسعه سواحل مکران دغدغه مقام معظم رهبری هست، یک اصل برگشت پذیر نیست. همه ما، همه کسانی که دور این مجموعه نشستن، همه مجموعه های مردمی باید این رو به عنوان یک اصل پذیرفته شده در نظر بگیرن و با تلاش بکنن. اما آیا این توسعه نباید متناسب با مؤلفه های توسعه پایدار باشه؟ خب قطعا مد نظر ما معذرت رهبری توسعه پایدار منطقه هست. یک سوالی رو من از عزیزان مطرح میکنم، این که چرا هنوز که هنوزه واقعا مجموعه های مردمی، هنوز اون دیوار بی‌اعتمادی بین مجموعه پتروشیمی و نهادهای مردمی هنوز که هنوزه وجود داره، دیواری که شاید به عظمت کوه اورست باشه. قطعا یک بخشش رو من فکر میکنم که در واقع سوء برداشت هایی که مردم دارند از مجموعه پتروشیمی تاثیر گذاشته رو بلندای این دیوار. برخی گویی جوری تصور میکنند عزیزان ما، زحمتکشان ما در حوزه پتروشیمی غول های بیشاخودمی هستند که اینجا اومدن صرفا یک سری منافع اقتصادی صرف دارند و قرار اینجا ببرند و بخورند و بروند و قطعا این گونه نیست. ما عزیزان ما در حوزه پتروشیمی از رأس هرم جناب آقای ماسقینیا گرفته سایر عزیزان، جناب آقای جعفری، آقای خان احمدی، جناب آقای دکتر ذوقی، همه اینها افراد خدوم انقلابی هستند که واقعا زحمت میکشن، تلاش میکنن و قطعا هم نگاه مردمی هم دارن. لذا حتما باید عزیزان ما در مجموعه مردمی این نگرش ها رو دور بندازن، همچی چیزی نیست و واقعا مجموعه پتروشیمی اومده که یک بخشی از معضل بیکاری مردم رو مرتفع بکنه. اما این سکه یه روی دیگر هم داره، این رو هم باید قبول بکنیم که برخی نگاه ها از سوی برخی مسئولان پتروشیمی هنوز که هنوز نگاه از بالا به پایینه، هنوز واقعا جنس دغدغه های مردم رو یا نمیخوان بفهمند یا درک نمیکنند یا فقط در صدد توجیه آوردن هستند. عزیزان، یکی از مؤلفه های مهم توسعه پایدار سهیم بودن جامعه محلی در امر توسعه است. توسعه صرفا این نیست که شما ساختمون بسازید، واحدهای یوتیلیتیتون رو فعال بکنید، لوله کشی بکنید، گاز بیارید، اینها یک بخش توسعه است. توسعه باید در شاخصهای انسانی مردم اتفاق بیفته، چیزی که ما الان در چابهار به زعم خود عزیزان ما در استانداری و فرمانداری در پایین ترین شاخصهای کشوری و استانی قرار داریم. لذا اگر هم میخواییم که مردم ما با توسعه آشنا بشن، حتما از ظرفیت های مردمی باید استفاده بشه. همین الان تو مجموعه‌ای که الان از پتروشیمی اومده، من یک نفر از مجموعه خود مردم اینجا رو نمیبینم، چه بسا جناب آقای جعفری عزیز دل بنده است، خیلی هم انسان وارسته‌ایه، ولی اگر به جای ایشون یکی از خود مردم اینجا این نگرانی ها رو با مردم مطرح میکرد، چه بسا که خیلی از این دغدغه‌ها وجود نداشت. عزیزان، وقتی تدبیری برای آموزش نیروی انسانی برای اینکه فردای پتروشیمی رو مدیریت بکنن در خود مجموعه مردمی نداریم، این حق رو به مردم بدید که یک مقدار نگران باشن. در حال همونجوری که آقای ماسقینی‌ها فرمودن در عراق مردم هنوز، در زنجان مردم گله‌مند هستن، ما موارد متعددی رو داریم که در اصلویه جای دیگه هنوز مردم میگن که این چه بلای آسمانی بود که سر ما اومد. البته بنده میدونم که صورت سوال ما با صورت سوال اصلویه زمین تا آسمون فرق داره، پتروشیمی ما ان شاء الله که پتروشیمی پاکی خواهد بود، اما آیا بالاخره متولیان امر پتروشیمی به مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی معتقدند یا نه؟ آیا نباید نسبت صحیحی بین توسعه ملی و توسعه ملی تعریف بشه؟ آیا اینکه عذرخواهی میکنم، این نکته رو قبلا هم گفتم، اینکه چند تا کولر به بعضی مدارس اینجا بدیم، تو گویی آب نبات چوبی رو به مردم بدیم و در غلطان رو ازشون بگیریم، با اون نگاهی که مقام معظم رهبری نسبت به توسعه سوال مکنان دارن، این سازگاری داره؟ همین الان جناب آقای فرماندار باعث ناراحتی بنده است و مردم هم روی نکته اعتراض دارن که ما خود مجموعه شهرستانی افراد متخصصی داریم، رشته های متفاوت، رشته های بحث های ایمنی HSC، استفاده نمیشه از این ظرفیت ها. حتی من اینو خدمت عزیزان یک بار به صورت گله هم مطرح کردم که حسابدار رو وقتی همین الان ما بخوایم از تهران بیاریم، طبعا فردا روز ما برای ساده ترین نیروهای کار هم این اتفاق میفته. این از یک جهت نقد های غیر کارشناسانه ای که به پتروشیمی میشه، نقد های احساسی که بعضی از عزیزان میکنن، این نباید ما رو غافل بکنه از برخی نگرانی های
منطقی به کارشناسی. من این خواهش را از عزیزان ما دارم و البته واقعا اشخاص بسیار قابل احترامی هستند عزیزانی که در مجموعه پتروشیمی دارن به شکلی جهاد هم میکنن، تلاش میکنن. اما در خصوص جلسه امروز جناب آقای دکتر، واقعا عزیزان ما در پتروشیمی دیپلمات‌های خیلی خوبی هم هستند. جناب آقای موثقی میا میفرمایند که عزیزان امروز نکتهشون در عنوان بکنند که بعداً هیچ کس نیاد و متعرض نشه. نه جناب دکتر، قطعا شما فعال مایشا که نخواهید بود. بعد ما در مورد کلیت این موضوع، هرچند این رو باور دارید که مجموعه های شهر مردمی هنوز این گله رو از آقای دکتر درویشی دارن که قش ایشون به سمت توسعه ملی به جای اینکه به سمت توسعه محلی باشه. اون وقت ما می‌بینیم از نظر شما تازه ایشون خیلی متولی توسعه محلی شدن در مقابل توسعه ملی، در حالی که باید یک نسبت صحیح فرمایشاتی که عزیز ما داشتن، نسبت صحیحی بین این توسعه ملی و محلی اگه تعریف بشه، همه دغدغه‌ها رفع خواهد شد. عزیزان، تو همین مسیر جیم تعدادی از کشاورزان وجود دارند، کشت دیم دارند، سالیان سال خیلی هاشون پرونده کمیسیون ماده 56 دارند به اذعان عزیزان ما در منابع طبیعی. خب این وظیفه شماست که به شکلی این تملک بکنید، اینها رو راضی بکنید. البته ابدا امر غیر ممکنی نیست، با یک تدبیر خیلی راحت میشه با این عزیزان نشست، قانعشون کرد، به شکلی راضیشون کرد. و به هر حال اینجوری هم نیست که ما الان با این نقطه وقتی موافق باشیم این مفهومش این هست که پتروشیمی در اون منطقه فعال مایشا خواهد بود. اینجا یک گله‌ای رو هم از مجموعه گردشگری داریم جناب آقای دکتر. بالاخره سال 96 قرار بوده استان سیستان و بلوچستان مقصد گردشگری ایران بشه. عزیزان ما در حوزه گردشگری قبول هم داریم که این نوار ساحلی یکی از زیباترین نقاطش، حالا من نمیخوام وارد وادی اغراق بشم، ولی واقعا حالا نمیگم در آسیا ما موارد این چنینی، شما خودتون شهرهای ساحلی زیبای آسیا رو قطعا رفتید، قطعا چابهار رو با این نوار ساحلی رو میشه مقایسه کرد. آیا دغدغه های گردشگری اینجا وجود نداشت در این حوزه که هیچ در واقع ریاکشنی از عزیزان ما در حوزه گردشگری نداریم؟ عزیزان من مصدق بیشتر نمیشم، با عنایت به محرومیت عجیب و غریب این شهرستان، واقعا وقتی شاخص های انسانی رو مقایسه میکنیم حتی با شهرستان اطراف، ما این انتظار رو داریم که حتی یک نهاد اقتصادی مثل پتروشیمی هم، درسته که ماهیت اقتصادی داره، اما به حال اون مسئولیت اجتماعی خودش رو در کنار دغدغه‌های زیست محیطی انشالله رعایت بکنه. و پایان سخن اینکه توسعه پایدار مکران منوط به توسعه انسان مکرانی است. متشکرم. واقعا جای تشکر داره از آقای معین‌الدین که خیلی خوب گویا و شیوا در مقابل مسئولان بخشی از دغدغه‌های مردم بومی و محلی رو بیان کردن. الحق جایگاه خوبی رو دارن در بین مردم. متشکرم. وقتی که این بخش از صحبتشون خیلی برام جالب بود که وقتی که شما بخواید حسابدار رو همین الان از تهران وارد بکنید، در حالی که ما چند تا فوق لیسانس دکترای حسابداری و لیسانس حسابداری بیکار در استان بلوچستان داریم، خب مسلماً شما در آینده هم برای نیروهای متخصص دیگه هم حتما همین کار رو خواهید کرد. برای یک نیرویی که تخصصش فراوان در استان بلوچستان پیدا میشه، شما میرید از جای دیگه حسابدار وارد میکنید، خب برای بقیه پست ها و مدیریت ها که به راحتی میتونید بگید که خب اینجا نیرو نیست، به جای اینکه برید نیرو آموزش بدید و زمینه آموزش برای شما فراهم بکنید. این دغدغه ها باید بیان بشه. من درخواست میکنم از همه مسئولان در هر جایگاهی که هستن، مخصوصا مسئولان بلوچی که بومی که در اون منطقه دارن حضور دارن، در استان هرمزگان، در سیستان بلوچستان، الان که طرح توسعه سوار مکران اومده، شما این دغدغه ها رو بیان بکنید، صدا بکنید، پادکست بکنید، صوت بکنید، تصویر بکنید، اینا رو منتشر بکنید، به دست همه مردم برسه، بدونن که شما دارید دفاعیه میکنید. به هر حال الان ما میدونیم که آقای معین‌الدین سعیدی تلاش خیلی خوبی رو داشتن برای اینکه به هر حال جا بندازن این موضوع رو در بین مسئولان که بومی محوری صورت بگیره، نه توسعه ملی محوری فقط باشه، بلکه مردم بومی هم باید استفاده بکنن ازش. درخواست ما از بقیه مسئولان، از نمایندگان، از مسئولان بومی هم همینه که به این متوجه بکنن. شمارهایی که پایین دارید میبینید شماره واتساپ اگه نوشته یعنی تماس هست، یعنی شما میتونید از طریق واتساپ شخصی خودتون به شکل مجانی به شماره‌هایی که زیر نیست، از امروز و بعد از امروز، یعنی از روز دوشنبه هم که من در برنامه شیم حکیم بود بلوچی، اونجا هم این کارو کردیم، شما میتونید برای اینکه به برنامه تماس بگیرید از طریق تماس مجانی واتساپ زنگ بزنید. همین الان هم امتحان بکنید، بخواید که میخواید در برنامه مشارکت بکنید و حضور داشته باشید، میتونید تماس بگیرید تو برنامه به شکل مجانی، تماس واتساپ. و
موضوعات بسیار زیاد هستند و جای داره که یکا یک بحث بشن. من فقط یک بخشی از تصویری که قبلش خورده نشان داده شد، صدایی است بر اون و خانمی هم ظاهراً که این درد رو درک کردن، این منطقه رو اومدن دیدن و صدا و کلیپ رو درست کردن و منتشر کردن رو هم ببینیم. بد نیست. چابهار، بخت و غم رو تو این چهره ها میبینین؟ فکر میکنین این بچه ها الان دارن به چی فکر میکنن؟ به چی فکر میکنن وقتی لودرها جلوی چشمشون خونه هاشون رو در هم میکوبن؟ اینجا چابهاره، روستای مرادآباد، روستایی که اکثر ساکنانش به علت خوش‌سالی و بیکاری به اینجا اومدن. هیچ کمک و رسیدگی ندیدن و با سخت‌ترین فشارها تونستن این خونه ها رو بسازن و حالا یک عده مزدور به اسم غیرقانونی بودن حاصل عمر و زندگیشون رو اینطور در هم می‌شکنن. این همه داستان نیست. بعد از تخریب این خونه ها، روستایی‌ها روی خرابه‌های خونه هاشون کپرهایی می سازن تا سقفی بالای سرشون داشته باشن و مزدوران حکومتی باز هم به سراغشون میان، این بار با آتش، بدون هشدار قبلی. در حالی که مردم زیر سایبونها خواب بودن، کپرهای ساده و کوچیک به آتش کشیده می شن. اینجا ایرانه، اینجا چابهاره، مردمی که با جون کندن کوچکترین حقشون رو از زندگی طلب می کنن و حکومتی که بر این کوخ‌ها کاخ بنا می‌کنه. و این دردی است که ما داریم در چابهار مشاهده می‌کنیم. خانه‌ها تخریب میشه و زمین به نام اراضی ملی از مردم محلی باز گرفته میشه و پس گرفته میشه. اصلا گرفته میشه، مال دولت نیست، مال مردم است، گرفته میشه و به نام اراضی ملی به سپاه داده میشه و و و و الی آخری. شما دقت بکنید، من چند تا مثال رو خدمتتون عرض بکنم. همین تغییر بافت جمعیتی قبلا هم به همین شکل موارد رو ما داشتیم. دقت بکنید، خبرش رو ما چند مدت قبل هم زدیم در سیریک. در سیریک صفحه لفتا خبرش هم اومد، جمعی از مردم شهرستان سیریک در اعتراض به آنچه از آن به عنوان تغییر بافت جمعیتی خواندن در ورودی شهرستان سیریک تجمع کردن. چرا؟ در پی انتشار گزارش در فضای مجازی مبنی بر اعطای یک شهرک با مساحت 20 هکتار متر مکعب در ورودی شهرستان سیریک به مردم بشاگرد، روز دوشنبه 1 دی ماه جمعی از مردم در این شهرستان عمدتاً سنی نشین با تجمع در آن محل از مهاجرت دادن مردم بشاگرد به سیریک اعتراض کردند. بشاگردی‌ها اینا عموماً شیعه هستند و سیریکی‌ها سنی هستند. یعنی یک زمین بسیار بزرگی رو به این دلیل، یعنی با این حجت که اینها اگر بیان در اینجا ساکن بشن بهتر هست و وضعیتشون بهتر رسیدگی میشه، مثلا اونا فقیر هستن، خب اینا هم فقیر هستن، میخواستن این جمعیت بسیار بزرگی از شیعیان رو بیان در اینجا ساکن بکنن که مردم اعتراض کردن. حدود 500 نفر از صبح اومدن تجمع کردن در اون منطقه. اون جایی که میخواستن ساخته بشه برای شیعیان رو اجازه ندادن، گفتن خب اینا زمین های محلی ما، خود ما هست، چرا اینا رو بعد از ما بگیرید و به دیگران بدید؟ خب شاید اون این تر به اون شکل این تجمع، عکسایی که از همون جریان تجمع هست در سیریک، شکرم. خب این یکی از همون طرح‌ها بود، یکی از همون برنامه‌هایی بود برای تغییر بافت جمعیت. الان مسئولان اعلام کردند، دکتر وجید رستم اعلام کرده، گفته که شهر چابهار از 150 هزار جمعیت کنونی که داره که 63 تا 65 تا 70 درصد زیر خط فقر دارن زندگی میکنن، اوزکام هاشه نشین هستن و زیر خط فقر که زیر 80 درصد و 90 درصد هم هست. همین شهرستان رو میخوان جمعیتش بکنن 1,400,000 نفر با این بهانه که ما نمیتونیم آب رو به مرکز کشور بریم بلکه جمعیت رو بیاری به این مناطق اسکان میدیم. خب تصورشو بکنید، با یک برنامه چند محوری که چند تا زاویه داره، این برنامه تر توسعه سواحل مکران، سنی ها رو در اقلیت قرار میدن در استان خودشون، استان رو تقسیم کنند به استان کوچک و تقسیم شده و نام رو هم براحتی میتونن تغییر بدن. یعنی کل سیاست ها اجرا میشه با شیوهی بسیار پاستوریزه و بهداشتی برای دولت، با همون سیاستی که آقای اکبر ترکان در مورد خوزستان در منطقه عرب ها بیان میکنه. دقت بکنید،
زمین ها رو میان سپاه، زمین ها رو میاد ارگان های مثل ارتش، زمین ها رو میان ارگان های مثل منطقه آزاد چاوری، هر چی که اسمشو بخواد بذارید، از مردم پس میگیرن، از مردم میگیرن و میان خودشون اونجا ساخت و ساز میکنن، سازه میدرست میکنن، حتی رحم نمیکنن به اماکن تاریخی. در جاسک دقت کنید، در جاسک تخریب قلعه 3000 ساله مبارک در جاسک، همین سواحل مکران هست. به هر حال این در سواحل مکران دنبال زمین هستن. خب زمین رو در ارزش پیدا میکنه، هر کس دنبال زمین هست، میخواد زمین ها رو بگیره و استفاده خودش ازش داشته باشه. دهیار روستای کوه مبارک شهرستان جاسک گفته قلعه کوه مبارک شهرستان جاسک که پیشینه تاریخی و سابقه تمدنی هم به دوران ساسانی هم برمیگردد، توسط یکی از ارگان ها در حال تخریب است. اون ارگان سپاه. منطقه خلیج فارس اعلام داشت وجود اتاقهایی با نام ساسانی در مدخل و اطراف این توده کوه بیانگر قدمت تاریخی آن است. قلعه مبارکی از ارزشمندترین بناهای باستانی استان است که متاسفانه در حال حاضر توسط یکی از ارگان ها در حال نابودی است. و افزود نامنگاری و پیگیری هایی برای جلوگیری از این فاجعه صورت گرفته، اما هنوز اقدام موثری از سوی مسئولین استانی برای توقف این اتفاق رخ نداده. همین اتفاق رو به نام داعش ثبت میکنن، میگن که داعش رو ببینید که بر ضد اماکن تاریخی است، اونها رو تخریب میکنه، اما خودشون به راحتی بدون سر صدا این کار رو انجام میدن و خودشون هم یک نوع داعش هستن. مردم منطقه کومبارک به نشانه اعتراض به این اقدام به مدت 2 روز تجمع کردند که این حرکت خودجوش از سوی ارگان تخریب کننده این آثار تاریخی حمله خوانده شده. خبرگزاری ایسنا این خبر رو زده، یعنی حمله خوانده شده. مردم اومدن اعتراض کردن آقا زمینا رو ما برید اینا رو تخریب نکنید، اومدن اینا رو حمله کننده و حتی تروریست هم ممکنه اسمشون بگیرن و بعد پرونده سازی بکنن، زندانشون بکنن، در حالی که چنین چیزی وجود نداره و مردم تنها به نشانه اعتراض به تخریب قلعه 3000 ساله کوه مبارک تجمع کردن. در حال حاضر این ارگان در حال تخریب قلعه مبارک و قبرستان 3000 ساله به خدمتدار آن است و تاکنون بیش از 10% پیش رفتن و به خود قلعه نیز آسیب رساندند و همچنین در حال فعالیت هستند. خب این ببینید، اینها مثال هستن، من دارم خدمتتون ذکر میکنم، اینا مثال هایی هستن، متشکرم، اینا مثال هایی هستن که به شکل ملموس در جامعه داره رخ میده و اتفاق میفته و کسی که داره این خیانت رو میکنه مسئولان دولتی هست، مسئولان دولتی هستن. همین مردم محلی رو با که با فقر دارن دست و پنجه نرم میکنن و بدتر، یعنی شما دقت بکنید، من چند تا نمونه خدمتتون ذکر میکنم. آماری که خود مسئولان محلی بیان میکنن، ائمه جامعه ذکر میکنن، نمایندگان مجلس ذکر میکنن، خود اداره آمار که نمیاد اینا رو بیان بکنه، خب یه جورایی رسمی دولتی نیستن، اما مسئولانی که در دولت دارن کار میکنن این آمار رو بیان کردن، میگن 80% سراوان، 80% مکران اصلا زیر خط فقر دارن زندگی میکنن، در سرباز زیر خط فقر دارن زندگی میکنن، مردمی که اکثریت قاطع جمعیتشون زیر خط فقر زندگی میکنن، کار نداشته باشن، مشاغل نداشته باشن، مجبورند یا مهاجرت بکنن یا به نحوی زندگی خودشون یعنی بگذرونن. برخی هاشون میرن چتر بازی میکنن. چتر بازی اصطلاحیه که در چابهار، مثلا در منطقه آزاد چابهار، میرن کالاهای مصرفی رو از داخل منطقه آزاد چابهار تو ماشینشون میکنن، بعد میارن بیرون میفروشن. دولت چطور برخورد میکنه با اینا؟ به سمتشون تیراندازی میکنه، میکشه. یه نمونهشو ببینید. چند کیسه برنج داشته، تیراندازی کردن بهش، کشتنش. بابا جان لو ما جند را لاتا مادر کاوش دقت میکنید، یاری ابانی مادر کاوش جان تیر مردمند برنج همراهش هست، اینا هم همین تو ماشین که هست برنج، این کاریه که بالاخره مردم انجام میدن به خاطر امرار معاششون. تیراندازی میشه به سمت شما، کشته میشن. نه همشی همه شیبته شخصی مادر کعبه شما
جان انسان در استان سیستان بلوچستان برای مردم درستی اهمیتی نداره. آره وقت دانه بیتم بنده خدا. طرح‌های ملی که اومده برای اجرا، اونا حاضرن برای اجرای این طرح‌ها از روی جسد همه مردم هم بگذرن. من به شما قول میدم و این ویدیوها شاهد ماجرا هستن. اغراق نیست. به والله اگر مردم اعتراض بکنن اینا رو بازداشت میکنن، تحت شکنجه قرار میدن، تو زندان میندازن، پرونده سازی میکنن، به داعش هم میچسبونن. چرا؟ چون مردم میگن آقا جان ما دو تا لقمه نون میخوایم، شما دارید ظلم میکنید به ما. نه جاده سازی است، نه مدرسه هست به خوبی. 90% معلمانی که در منطقه هستن غیر بومی هستن. اونایی هم که میان اینجا درس میدن، تدریس همشون تدریس خوبی ندارن، اومدن اینجا برای اینکه از سرشون رد بکنن. بسیاری از این معلمان گلایه های بسیار عمیقی مردم بومی از اونها دارن. اونها همینجور نمره مفتکی رد میکنن. همین موضوع مورد شکایت قرار گرفته در نهایت الامر آموزش پرورش اومده جواب داده، اما جوابی که داده جواب صحیح نیست. میگه ما نمره رد میکنیم بخاطر اینکه اونا خب یه نوع اعتماد به نفسی کسب میکنن و سال بعد درسشون رو بهتر بشه. خب عملا تو وقت نمره رد میکنی دانش آموز بی سواد بار میاد. دانش آموزانی هستن که به کلاس پنجم رسیدن اسم نویش خودشون رو بلد نیستن بنویسن. مدرسه که ندارن. مدرسه های شما برید همین الان سرچ بکنید مدارس کپری در استان بلوچستان، یعنی صدها مدرسه در این استان، یعنی بیش از 60-70% مدارس در جنوب استان بلوچستان مدارس کپری خشتگری نیاز به تعمیر شدید دارن. در فضای باز نشستن، مار و عنکبوت و نمیدونم مور و موریانه و غیره میان نیش میزنن بچه‌ای که دارن درس میخونن. با این وضعیت یعنی جامعه ای که از سطح سواد به پایین‌ترین وزن نگاش داشته بشه، در فقر، زیر فقر مطلق داره زندگی میکنه، آیا وقتی طرحهای کلان بیان از اون استفاده هم میشه؟ 10% این مردم استفاده میکنن، ولی در نهایت الامر این طرحها وقتی بیان به همین شکل اجرا بشن و برن، بعد از 20 سال جمعیت 1,400,000 500,000 2,000,000 2,500,000 میاد در منطقه اسکان داده میشه، مردم محلی در فقر مطلق به همین شیوه دارن زندگی میکنن، همه مشاغل همونطور که آقای اکبر ترکان گفتن از خارج متمولین میان زمینا رو خرید میکنن و الی آخره مردم میشن کارگر و دربانشون. و این همون طرحی است که متاسفانه ما شاهدش هستیم و در حال اجرا هست. طرح توسعه سواحل مکران با ملی، با نیازی که تهران به چابهار داره، به این منطقه نیاز داره برای کنترل آبهای آزاد، برای کنترل یعنی حضور در دریای عدن و غیره، و هم نیاز داره برای اینکه طرح اقتصاد کلان خودش رو، صادرات و واردات خودش رو اینجا به بهره برداری برسونه. چون نیاز داره وارد اینجا شده. مردم محلی توجه کمتری داره صورت میگیره. ما درخواستمون، همه درخواستمون این است که بومی محوری باید باشه، نه ملی محوری. و درخواست من از همه مسئولان، از همه بینندگان عزیز که برنامه رو دارن میبینن، به این موضوع اهمیت بدن. شما تکه هایی از این ویدیوها رو دیدید، دردها و آلام مردم منطقه بودن. تمنا داریم ما از شما که شما هم رسیدگی بکنید تا جایی که ممکن است، صدای این مردم مظلوم باشین. اگر روزنامه‌نگار هستید، اگر مسئولی هستید صحبت بکنید، اگر فرد بومی هستید در یک جایی از هر ارگانی هستید، در این زمینه پادکستی منتشر که صحبتی بکنید، در اینترنتتون، در فضای مجازیتون مطلبی منتشر بکنید، به مسئولان دولتی برسید، نامه‌نگاری بکنید، با کسانی که ارتباط دارید صحبت بکنید. اجازه ندارید که همین وضعیت پیش بره، جلو بره. ما خطر نیستیم برای شیعیانی که در منطقه هستن. ما فرصتی بودیم، همیشه هم بودیم، این فرصت بوده. نه اینکه بیان اینجا ما رو لگدمال بکنن، طرحا رو اجرا بکنن و برن جلو. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه ما رو همراهی کردین در برنامه دورنمای این هفته. اونجا هم که میتونید در هفته های آینده با فکت‌ها و دلایل و موارد بیشتر هم این موضوع رو مورد تحلیل و بررسی قرار بدین که ما رو همراهی کردید. سپاسگزارم. تا دیدار دیگر، شما رو به خداوند بنده می‌سپارم. خداوند نگهدار شما.